سلام به همه شما دوستای خوبم. ممکنه اخیراً حس کردید تمرکز روی مسائل مختلف برای شما مشکل شده و یا مغزتون کمی حالت مهالود پیدا کرده و یا خلق و خوی شما به هم ریخته. برخی نوشیدنی ها ارتباط زیادی با حالات روحی شما دارن. در این ویدیو 9 نوشیدنی رو نام میبریم که توانایی تقویت مغز شما رو داره. پس بریم تا با هم این نوشیدنی ها رو بشناسیم. شماره اول، کمپوجا. یک راه عالی برای تقویت عملکرد شناختی و حافظه چای کمپوجا است. کمپوجا نوعی چای تخمیر شده حاوی ذرات میوه است. این چای میتونه باکتری های بد روده شما رو از بین ببره. در واقع این چای یک ماده پروبیوتیکه. پروبیوتیک ها باعث تقویت باکتری های مفید روده میشن. این موضوع به هضم کمک میکنه و شکم شما سالم تر میشه. خب حالا این چه ارتباطی به مغز داره؟ روده سالمتر برابر با یک مغز سالمتره. آیا تا به حال چیزی درباره محور روده و مغز شنیدین؟ وقتی روده شخص در وضعیت خوب و امن باشه، مغز قدرت تفکر کردن بهتری داره. طبق یافته های دانشمندان، باکتری های موجود در روده تأثیر زیادی بر ذهن ما دارن، به طوری که به روده اغلب ذهن دوم هم گفته میشه. عصبی به نام واگ یک بزرگراه عصبی خیلی وسیعه که از ریشه مغز تا قسمت شکم کشیده شده. محققان پی بردن که میکروب‌های موجود در روده میتونن پیام‌ها و مواد شیمیایی مغزی مهم رو از طریق عصب واگ به مغز منتقل کنن. این پیام‌ها و مواد شیمیایی تمام اون چیزی هستن که روی تفکر، احساس و حافظه ما تأثیر میذارن. یک میکروبیوم متعادل از 85% باکتری خوب و 15% باکتری بد تشکیل شده. شما میتونید با مصرف مواد غذایی پروبیوتیک مانند چای کمپوجا باکتری های خوب روده رو زیاد کنید. اگر به اطلاعات کاملی درباره این چای و نحوه آماده سازیش احتیاج دارید، میتونید به کلیپ قبلی ما مراجعه کنید که لینکش در قسمت توضیحات و نظرات قرار داده شده. رژیم غذایی بد، استرس، بالا رفتن سن، مصرف آنتی بیوتیک ها، مصرف بیش از حد محصولات آنتی باکتریال میتونه میکروبیوم روده رو ضعیف کنه که مسلماً تأثیر منفی هم روی مغز خواهد داشت. شماره دوم، آب پرتقال برای دریافت ویتامین سی بیشتره. سطح ویتامین سی در بدن افراد سیگاری و یا کسانی که به طور مداوم در معرض استنشاق دود سیگار هستند کمتر از افراد دیگه است. این ویتامین باعث بهبود سیستم ایمنی و سلامت قلب میشه. اما تحقیقات و آزمایشات جدید نشون داده که میتونه به بهبود عملکرد شناختی مخصوصا در افراد مسن‌تر هم کمک کنه. در این آزمایش افراد بالای 60 سال هر کدوم به مدت 8 هفته روزانه 500 میلی لیتر آب پرتقال نوشیدند. نتیجه این آزمایش پیشرفت زیاد در حافظه، توانایی کلامی و زمان واکنش این افراد بوده. افرادی که در خونشون ویتامین سی کافی وجود داره 42% کمتر از افراد دیگه دچار سکته های مغزی میشن. ویتامین سی یا اسید آسکوربیک یک آنتی اکسیدان بسیار قویه که بالاترین میزان غلظت این ویتامین در بدن در مغز و سیستم عصبی اندازه گیری شده. این ویتامین در تنظیم بیش از 12 ماده شیمیایی در مغز نقش داره. شماره سوم، آب بلوبری. استفاده از این نوشیدنی در هنگام صبح باعث میشه یک روز با طراوت را آغاز کنید. تأثیر این نوشیدنی به دلیل پلی‌فنول هاست. این عناصر حاوی مقادیر زیادی آنتی اکسیدان هستند. پلی‌فنول ها میتونن از تخریب قسمت های مختلف بدن جلوگیری کنن. این حفاظت شامل مغز شما هم میشه. مطالعات متعدد نشون داده که آب یا همون میکس میوه بلوبری برای بازیابی عملکرد حافظه عالی عمل میکنه. این نوشیدنی میتونه هم حافظه بلند مدت و هم حافظه کوتاه مدت شما رو تقویت کنه. بر طبق نتایج یک مطالعه، میوه بلوبری با تغییر در شیوه ارتباط نورون‌ها در مغز مانع از التهاب مغز میشه که در آسیب نورونی و بهبود کنترل و شناخت حرکتی نقش داره. افزودن این نوشیدنی به رژیم غذایی موجب افزایش میزان تولید سلول‌های مغز در هیپوکامپ، منطقه مسئول حافظه در مغز میشه.
دانشمندان بریتانیایی معتقدند آنتی اکسیدان فراوان موجود در بلوبری موجب تحریک آنی جریان خون و اکسیژن به مغز میشه و مغز رو فعال نگه میداره. به طوری که شما میتونید 5 ساعت بعد از مصرف این نوشیدنی بهبود تمرکز رو در خودتون حس کنید. شماره 4 اسموتی های سبز رنگه. سعی کنید در منزل اسموتی های سبز رنگ تهیه کنید. اسموتی هایی که به رنگ سبز هستند، حاوی ویتامین های زیادی هستند که توانایی حفاظت از مغزتون رو دارن. شما میتونید سبزیجاتی مانند کلم کالی، اسفناج و خیار رو برای تهیه اسموتی انتخاب کنید. اگه از این سبزیجات خوشتون نمیاد، میتونید از سیب سبز، آووکادو، موز و ماست استفاده کنید. آب سبزی ها و میوه های سبز مملو از آنتی اکسیدان هستند که باعث تیزهوشی شما میشن. این سبزی های سبز رنگ نقش زیادی در آرامش اعصاب شما هم دارن. این خوراکی های سبز رنگ حاوی ماده مغذی به نام لوتین هستند. بدن خود به خود قادر به تولید لوتین نیست و شما باید اون را از رژیم غذایتون دریافت کنید. لوتین در بافت های مغز و چشم تجمع میابه و کمبودش موجب میشه تا مغز نتونه وظایف و تکالیفش رو به درستی انجام بده. شماره 5 چای سبزه. چای سبز معدنی از مزایای سلامتیه، اما فوایدش برای مغز بیپایانه. علاوه بر کافئین، چای سبز حاوی ترکیباتیه که سطح تمرکز شما رو افزایش میده و شما رو آروم میکنه. چندین مطالعه این ادعا رو ثابت کرده. چای سبز حاوی ماده‌ای به نام اپیکلوکاتگین یا اصطلاحاً EGCGه. این یک ترکیب خارق‌العاده است که وقتی به مغز شما وارد میشه از تخریب ذهن جلوگیری میکنه. این چای از تجمع سموم در بدن که باعث از بین رفتن سلول‌های مغز میشه جلوگیری میکنه. ترکیبات موجود در این نوع چای روند رشد تومورهای سرطانی رو هم کند میکنه. مصرف چای سبز حتی میتونه اثرات مخرب نیترات و نیتریت که در آب آشامیدنی موجود هستند رو به حداقل برسونه. شماره 6 آب چغندر. آب چغندر جریان خون رو بهبود میبخشه و اکسیژن رسانی به سلولهای مغز رو فراهم میکنه. این نوشیدنی منبع غنی از نیتراته که در بدن به اکسید نیتریک تبدیل میشه. نواحی از مغز که مسئول یادگیری، زبان، تصمیمگیری و مهارت‌های کلامی هستند به توسط این ماده تقویت میشه. آب چغندر باعث میشه که بتونید حتی در موقعیت‌ها و شرایط سخت بهترین انتخاب‌ها رو داشته باشید. قدرت این ماده به قدری زیاده که ورزشکاران برای افزایش کارایی و قدرت بدنی قبل از انجام تمرینات ورزشی از این نوشیدنی استفاده میکنن. و شماره 7 دم کرده گیاه مریم گلی. مریم گلی با واژه لاتین سیج تأثیر قابل توجهی بر تقویت حافظه در افراد مختلف داره. در واقع با مصرف این گیاه مغز هیچگاه حافظه و قدرت خودش را از دست نمیده. گیاه مریم گلی از اکسایش مواد چرب در سیستم عصبی پیشگیری میکنه و روند تخریب سلولهای عصبی رو به تعویق میندازه. بر اساس نتایج بررسی‌های متعدد، مریم گلی نقش موثری در مقابل با آلزایمر داره. بیماری آلزایمر در نتیجه کاهش سطح یکی از انتقال دهنده‌های عصبی بروز می‌کنه که مریم گلی این روند رو کاهش می‌ده. به خاطر اینکه قادره از ترشح آنزیم مسئول این تخریب جلوگیری کنه. شماره 8 قهوه است. شاید نوشیدن قهوه زمانی که قصد دارید کمی بیدار بمونید انتخاب مناسبی باشه. اما این نوشیدنی مزایایی هم برای مغز داره. این قدرت به دلیل کافئینه. ولی مواد دیگری هم در قهوه موجوده که این نوشیدنی رو قدرتمندتر میکنه. اسید کلورشنیک یک آنتی اکسیدان طبیعیه که در دانه های قهوه یافت میشه. مطالعات نشون داده این ماده علاوه بر اینکه باعث کاهش وزن و تعادل فشار خون میشه، روحیه شما رو هم بهبود میبخشه. تحقیقات بیشتر حاکی از اینه که نوشیدن مقدار مناسبی قهوه باعث بهبود هوشیاری، زمان واکنش و تمرکز میشه. به همین دلیل قهوه میتونه از آلزایمر پیشگیری کنه. یادمون باشه که قهوه باید بدون شکر و خامه استفاده بشه. اگر قهوه رو پرشکر بنوشید، فقط مدت کوتاهی احساس هوشیاری میکنید و بعد به تدریج احساس خستگی به سراغتون میاد.
شماره نهم چای زردچوبه و یا نوشیدنی زردچوبه معروف به شیر طلایی. زردچوبه پر از کرکومینه، یک آنتی اکسیدان قوی که باعث تقویت تولید BDNF ها میشه. BDNF مخفف کلمات فاکتور نوروترافیک مشتق از مغزه. مقدار کمش باعث میشه شما وضعیت روحی روانی ضعیفی پیدا کنید. نوشیدن چای زردچوبه و شیر زردچوبه به دلیل کرکومین باعث بالا رفتن سطح BDNF میشه که عملکرد مغز شما رو هم بازیابی میکنه. برامون حتما بنویسید آیا از این نوشیدنی ها در طول روز اصلا استفاده میکنید و اگر بله با کدومشون رابطه بهتری دارید. سپاس از همراهیتون، در صورت مفید بودن، کلیپ رو با دوستاتون هم به اشتراک بگذارید.